سلام علیکم. سلام برادر، حالتون خوبه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما سایکا خانم مددی. ممنونم برادر. صاحب استاد عزیز گرامی. زنده باشین جانم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران؟ بله. به چه اسمی؟ به نام مشتبا. بله. آقای محترم. نام مادر رقیه. لطف فرمی سریع صحبت کنیم. ما رو منتظر نزا عزیز. خطامون شروع. نام مادر رقیه. بله نوشتم. اما معجزه ها؟ از معجزه ها هم آقا خسرو که دیسکی کمر داشتن. به لطف خدا. مثل که اشتباه همشون اشتباه. خدا حافظ عزیزم. خدا حافظ. خب عزیزای من، گلای من، از اینجا که شما عزیزا میخواین راجع به عبادت ها صحبت کنیم، ما متوجه میشیم که کسی که عزیزم برنامه رو دیده باشه بشناسه، مطمئن باش یادش نمیره دیگه. وقتی میاد رو ار لازم نیست دربارش فکر کنه، خیلی سریع صحبت میکنه عزیزم. بس امیدوارم که شما نازنینای من سعی نکنین خودتون فریب بدید عزیزم. راستی برنامه را اگه نمیشناسی چرا میای وقت خودتو تلف میکنی و وقت بیننده های عزیزمونو؟ و ما هم در کنار شما باید بی هدف باشیم نازنینای من. لطف بفرمین رو ار نیایید. اگه کسانی هستین که راجع به برنامه علمی عبادی چیزی نمیدونی جانم بفرمی. سلام عرض کرد جانم. سلام علیکم بینا خانم. سلام عزیزم، حال شما خوبیم؟ بفرمی. زنده باشی. مرسی. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران؟ بله. به چه اسمی؟ به نام مهدی. نام پدر حسین. ام معجزه ها؟ سعید کوچولی 8 ساله بودن که تومار مغزی داشتن، به لطف خدای بزرگ و حق استاد عزیز شفا یافتن. دیگه چی میدونی عزیزم؟ آخرین شفامونو بگو. چند تا جدیدا رو برامون بگو ببینم چی میدونی. از جدیدان زهرا خانم بودن که تلسم شده بودن و سوخته بودن که 65%. بله. دیگه چی میدونی؟ و بعد شفا یافتن که آقا ساسان که اونا رو جراحی پلاستیک کرده بودن و اینا، به لطف خدای بزرگ و دعای حق استاد از این شفا پیدا کردن.